الهام محکموف وزیر ترانسپورت ازبکستان و اسمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهوران کشور برای افغانستان در رأس یک حیات به کابل آمده با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور دیدار نمودند. وزارت خارجه با نشر خبرنامه میگوید که دو طرف در این دیدار در مورد روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی، پروژه های ترانزیتی اتصال منطقه‌ای، های مشترک و اهمیت ترانزیتی افغانستان و ازبکستان در منطقه بحث و گفتگو کردند. بر بنیاد اعلامیه آقای متقی به مقام های ازبکستانی گفته که افغانستان پس از مدت ها به مسیر صلح و ثبات بازگشته و فرصت خوبی برای ازبکستان سایر همسایگان و منطقه است. تا از این فرصت استفاده کنند و از سیاست اقتصاد محور امارات اسلامی حمایت کنند که ثبات اقتصادی و امنیتی را نه تنها برای افغانستان بل برای همه همسایگان تضمین می کند. وزیر امور خارجه در ابتدا از نقش حمایتی ازبکستان در مسائل سیاسی و اقتصادی تشکر کرد و بر تداوم و توسعه این تلاش ها تاکید کرد که افغانستان پس از مدتها به مسیر صلح و ثبات بازگشته و فرصت خوبی برای ازبکستان، سایر همسایگان و منطقه است تا از این فرصت استفاده کنند و سیاست اقتصادی و منطقه‌ای امارت اسلامی حمایت کنند که ثبات اقتصادی و امنیتی را نه تنها برای افغانستان بلکه برای همه همسایگان تضمین می‌کند. از سوی دیگر وزیر ترانسپورت ازبکستان در این نشست گفته علاوه بر بخش خصوصی این بار یک تیم تکنیکی قوی را که در زمینه خط آهن زمین شناسی و معدن تخصص دارند نیز با خود آورده تا برای آغاز کار عملی و امکان سنجی پروژه افغان ترانس با مسئولان مربوط افغانستان صحبت نبوده و وارد عمل شوند خط آهن افغان ترانس یکی از خطهای مطرح بین سه کشور در حال ولی یک خط مته از آسیای میانه و جنوب آسیا در آینده نزدیک آدم میتونه رو به حساب بیاره پیره نمیشه که ما روی یک خط افغان روی یک سه کشور بحث کنیم بحث افغان ترانس بحث وصل یروشیا با جنوب آسیا است از طریق افغانستان همزمان با این شماری از تاجران و سرمایهگذاران ترکی در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء علاقمندی خود برای گذاری در افغانستان را ابراز کردند ارگ با نشر خبرنامه ای می میگوید که عبدالسلام حنفی در این دیدار به سرمایهگذاران و تاجران ترکی گفته که امارت اسلامی از همه سرمایه ها در افغانستان استقبال می کند و تمامی تسهیلات لازم را برای سرمایه فراهم خواهد کرد. ترکیه یکی از کشورهای صنعتی و از طرف پنجمین قدرت نظامی ناتو را تشکیل می و ادعای مرکزیت اسلامی را هم بر عهده داره اگر ما با ترکیه روابطات خوب داشته باشیم بدون شک وضعیت اقتصادی ما هم بهبود پیدا میکنه و از لحاظ سیاسی هم برای افغانستان بسیار وضعیتش خوب میشه با این حال تاجران و سرمایه گذاران ترکی در این نشست تاکید کردند که تلاش های امارات اسلامی افغانستان در خصوص توسعه زمینه های اقتصادی و حمایت از تاجران و سرمایه گذاران سبب شده تا تاجران و سرمایه گذاران خارجی نیز علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شوند.